طالب ها از روزی که حاکم بر سرنوشت کشور با شدن، در اولین اقدام زنان از تحصیلات عالی ممنوع ساختن. بعدا دیدیم که دروازه های دانشگاه را برای از اینا بستند، مشکلات فراوانی خلق کردن، مسائل را طرح کردن که زن تا یه اندازه که با محرم شرعی میتونه، با مسافت بدون محرم نمیتونه بیرون شوه. بعدا دیدیم که خانم ها را از آموختن و آموزش و کارهای عرفایی ممنوع کردن. دیدیم که چند هفته پیش اعلان کردن که خانم ها دیگه کسایی که تا پانتون خواندن از پانتون فارغ شدن، اینا را سند فراغت ندیدن. و در آخرین اقدام جاهلانه اینا میگن که زنها دیگه حق کار کردن نداره. در کشوری که نیمه از نفوس ازیره بیشترش زنان تشکیل میده، در کشوری که امروز زنان نیمه از جامعه را تشکیل میده، در این کشور نیمه از جامعه فلج میشه. آیا واقعا عملکردها و کارکردهای طالبها اسلامی هست و واقعا آنچه را که نام شریعت خطاب میکنن کارهایشون مطابق به شریعت است نیست؟ مسئله را دنبال میکنیم با جناب دکتر سیب فرید یونس. جناب دکتر سیب، برای شما سلام تقدیم میکنم، سپاس که با ما هستین. السلام نصیر جان گل، سلام به شما و انشالله خوب باشی، خانواده و خواهرم خوب باشن، بچه ها، و سلام و عرض ادب به تمام بینندگان تلویزیون امید 24، تلویزیون وزین و پربیننده شده الحمدلله دارم. و در پالوی از او پیش از این که در آخر فراموشم شد، سال نو عیسوی را به خودت و تمام خانواده و تمام بینندگان تبریک میگم. سلامت باشین، ممنون شما، بازم سپاس به فرامان که دعوت ما را پذیرفتین در یک وقت کم، ولی چون مسئله اساس است خوب است که شما را داریم. جناب دکتر صاحب، در قدم اول من هستی یک عالم دین، برای ما یک آیت یا حدیث را بیارین که خانم ها حق تحصیل ندارن و اگر دارن تاسم شش اسم شش حق تحصیل ندارن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد سید الانبیاء و المرسلین و لآله و صحبه اجمعین، اما بعد، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو یمیت و هو علی کل شیء قدیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بازم از دعوت تو برادر عزیزم که سالهاست که ما تو میشناسیم و سالها کار کردیم تشکر میکنم. ما شکر که هستیم که حقایق بگویم. هیچ حدیثی بر علیه آموزش و پرورش زن و یا کار زن نامده، برعکس ما آیت قرآن داریم که و قول رب زد علما الی علمم افزایش بده، و این علم تنها اولی که تنها مسئله آموختن قرآن نیست، تمام علوم است، و دومی که این آیه برای زن و مرد آمده، و حدیث شریف هم که آمده که آموختن علم برای مرد زن مسلمان یا مسلم فرض است، یا هم حدیث شریف است. منتهی طالبهای نادان، طالبهای جاهل، طالبهایی که مرامهای بیگانه را در افغانستان پیاده میکنن، که من بر شما اگه وقت باشم میگم که چرا طالبها را امریکا سپورت میکنه، طالبها را عربستان سعودی سپورت میکنه، طالبها را پاکستان سپورت میکنه، بعضی که اینا کلشان اجندای خود در چی دارن. او واژه مسلم که در آخر حدیث آمده از باب تقلیب است، یعنی که هر مسلمان، نگفته که تنها معنی از او تنها مردا نیست، مرد و زن است. و همچنان وقتی که ما تاریخ اسلام مشاهده میکنیم، میبینیم که حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها خودش یک فقیه بود و مردم پیش از او میرفتن. از ابو موسی روایت است که مردم پیش از او میرفتن و از بی بی عایشه پرسان میکردن، سوال میکردن، و خودش یک فقیه بود. و وقتی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم رحلت میکنن، عایشه در بین 5-6 تا فقها یک زن می باشد. از این خاطر است که در فقه حنفی از امام ابو حنیفه که مشهور است به امام اعظم یا امام جهان، در فقه حنفی که 80% مردم افغانستان پیرو فقه حنفی هستند،
یک زن میتونه که قاضی شود و قاضی القضات شود و در جامعه یک نقش فعال سیاسی و قضایی داشته باشد. و بعد از او بی فاطمه زهراست که تاریخ او را نیست یک زن دانشمند ثبت کرده و او بسیاری مسائل برای امت تشریح میکرد. و بی زینب اولین بانوی مسلمان بود که مکتب نسوان بنیان گذاشت. و پس آنا میاییم در مردم اصلاح غیر صحابه و غیر خاندان حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، فاطمه الفهری در شهر فاس کشور المغرب که مشهور به مراکش است یک دانشگاه را ساخت که اولین دانشگاه در جهان بود، نه در جهان اسلام، اولین دانشگاه در جهان بود. و من افتخار از این داشتم که 3 سال پیش رفتم و این دانشگاه را به چشم دیدم که حتی لیلیه داشت که شبانه شاگردها او استراحت میکردن. و بعد از او مثلا در تذکرات الاولیا میخوانیم که زنان متصوف مثل رابعه عدویه عرض اندام کردن و رابعه عدویه با امام ابو حنیفه میشست و تبادل افکار میکرد. در قرآن و حدیث رسول کریم صلی الله علیه و سلم در هیچ جای نامده که زن درس نخواند و یا زن کار نکنند. قسمه که شما و بینندگان گرامی شما میدانند، حضرت بیبی خدیجه کبرا خودش یک بزنس وومن بود و پیامبر کریم صلی الله علیه و سلم برای همسر خود کار میکرد، در استخدام همسر خود بود. یک و دوم، زنها در غزوات اسلام یا جنگ های اسلام شرکت کرده بودند و اینا از مردا پرستاری میکردند. و از این خاطر است که در طب و طبابت زن دکتر یا طبیب و مرد طبیب برای یک زن مسلمان محرم است و همچنان برعکسش، یعنی که یک زن میتونه که آزادانه پیش یک دکتر طبیب که برای معالجه بره و کدام ممانعت شرعی نیست. یعنی تمام این قید و بست هایی که امروز ما بر علیه زن میبینیم، این اگر اجندایی است که از طرف امریکا و از طرف نماینده های امریکایی که زیادترش اسرائیل باشه، میره دیگه کسا بر شما نمیگن، برای از اینکه مردم ها موقف خود دارن و از کار خود میترسن و از چیزایی که در امریکا امضا کردن میترسن، برای از اینکه یک تعداد افغان ها بسیار شدید در امریکا دانپوره هستن، اینا نمیتونن که واقعیت ها را بگوین. خواستم که اسلام بدنام کنن و یک گروه متحجر نادان جاهل که جزیترین بوی از شریعت و از اسلام و از مدنیت اسلام و از تاریخ اسلام اینا ندارن، اینا را به قدرت رساندن و خودشان هم این کار کردن. و امروز ما افغان ها در امریکا که هیچ کس صفای خود درست کشیده نمیتونه و کسی جمع شده نمیتونه و حتی یک مظاهره اصولی کردن میتونه، برای از اینکه افغانان در یک کشور هستن که یا یک تعدادش از ترسی کار نمیکنه یا امضا کرده نمیتونه که یک کار بکنه و یا اینمی شرایط به اساس درایت و قومی و قبایلی خودشان قبول کردن و بیچاره مردم مظلوم افغانستان گروگان گرفته شده، مثل که آلمان ها در جنگ عمومی دوم توسط نازی ها گروگان گرفته شده بود تا ای که آلمان نازی را شکست دادن و اونا از بین رفتن. این هم انشالله در مید سال 2023 و ای فکر میکنم که شاید که گرچی سباش در برنامه رادیو کتاب باید باشم چهارشنبه است، من فکر میکنم که برنامه آخرم باشه در سال 2022 همراه شما. من بر شما میگم که در 2023 اتفاقات بسیار مثبت در افغانستان میفته، برای اینکه 16 ماه شد نصیر جان که اینا را حتی عربستان سعودی که از حامیان طالب هست، قطر و ابودبی و اینا که از حامیان طالب هست، گیرم برتان میگم در این برنامه که چرا اینا حامی طالب هستند و پاکستان که اینا را به قدرت آورد. پاکستان یک دلال سیاسی است، پاکستان هیچ کدام
فقط یک دلال سیاسی است، پول خود از امریکا و از عربستان سعودی میگیره، اونم کارهای از ولا در اوج. یعنی ما همیشه پاکستان لعنت میکنیم، پاکستان دو میزنیم، پاکستان پاکستانی رو ملامت میکنیم، اما نه، این یک دلال سیاسی است. شما خانه میخرین، یک ذره پول میگیرین، برای زی خانه رو میخرین میفروشین، یک ذره پول میگیرین که حق شرعی تان است. پاکستان هم در منطقه یک دلال است، دلال سیاسی است. فقط پول خود از عربستان سعودی میگیره، پول خود از امریکا میگیره، منافع خودم نگاه میکنه و انتقام خودم از افغانستان میگیره، برای زی که افغانستان در شروع پاکستان به رسمیت نشناخت، وقتی که پاکستان به چیز آمد. و ای صحبت هایی که پیشتر شما کردین، غلجایی و درانی و اینا، من منعیست یک انتروپولوژیست افغانستان، یعنی بشرشناس افغانستان که دیرشتر مسلکن من تحصیل کردیم، و یک جامعه شناس افغانستان که دیرشتر من تحصیل کردیم، و یک شاگرد تاریخ که من دیرشتر تحصیل کردیم. مشکل عمده افغانستان قومگرایی و قومپرستی است. قومگرایی اوست که یک مسلمان قوم خود از اسلام بالاتر میبینند. هر کسی که ولو که طالب نباشد، قوم خودم یا آیدیای خودم یا نظر خودم از اسلام، برای از اینکه اسلام آمد که تمام امی تعصبات و امی بدبختی ها را از بین ببرد، از اسلام بالاتر پایانتر میبینه، بالاتر میبینه، ببخشید، یک قومگرا است و قوم پرست است که میگه که ما در اکثریت هستیم و ما باید در قدرت باشیم. و مشکل افغانستان مشکل قومگرایی و قوم پرستی است. و ای که چرا عرب سعودی و قطر و ابوظبی و اینا از طالبا علنن مثل قطر و در پشت پرده اینا چی میکنن، حمایه و پشتیبانی میکنن، بر ازیسته که مسئله خاورمیانه یا شرق میانه که این بنده عاجز حقیق فقیر سراپا تقصیر 15 سال همی رشته را تدریس کردم، انتروپولوژی شرق میانه را، این یک دامینو افکت است. قسمی که شما میفهمین و بینندگانتان میفهمن، افغانستان یک موقعیت بسیار خطرناک استراتژیک داره و یک موقعیت بسیار خطرناک جیوپولیتیک داره. این حال ارگپی که در افغانستان اتفاق بفته یک تأثیر بزرگ در منطقه داره. یعنی من بر شما مثال میتونم، اگر شما اوراق تاریخ بیادتان بیارید، وقتی که مبارزات استقلال طلبی در افغانستان شروع شد توسط اعلیحضرت امان الله، این تأثیرات سو داشت در هندوستان و افغانستان استقلال خود در 1919 گرفت و هند در 1947. شما میبینید، یعنی مبارزات استقلال طلبی افغانستان باعث شد که هندوستان هم آزادی خود را بگیره. توجه هستید؟ بله. این کسایی که واقعیت های تاریخ نمی‌بینن، کلش در پای گاندی ختم میکنن، نه، گاندی الهام گرفت از افغانستان، از مبارزات افغانستان، که یک کشور خرد که ساندویچ شده بین روسیه تزاری و انگلیس، این میتونه که بگیره آزادی خود، ما چطور نمیتونه. مبارزات مردم افغانستان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب در مقابل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، اونمو امپراتوری را از پای انداخت، اما امروز او را کمونیستا و پرچمیا و خلقی ها اینا به اقتصاد رفت میتن و اقتصاد روسیه در نه یه پارید افغانستان باعث شد که روس شکست بخورد. و آلیام که وای که اینا را امریکا آورد، من همیشه هم میگم مثل که در ادبیات اشعار اینا یک وزن و قافیه است، درست است، در شعر و ادب یک وزن و قافیه است، معامله، ببخشید، حمله و معامله، ببین، حمله و معامله، معامله، در یک حمله اینا را در از پای انداخت 20 سال پیش و در یک معامله اینا را پس آورد. دقیقاً و یک حمله اینا را از پای انداخت و یک معامله اینا را پس آورد. این کار امریکاست و امریکا منافع اقتصادی و استراتژیک و حتی مسائل بالا کردن در بعد از دیک کرزای رفت و اشرف غنی رفت اینا در این 20 سال که هیچ وقت در افغانستان به شکل اساسی بالا نشده بود. یکیش همی که دولت اسرائیل یک
یک گزارش به نشر رساند که می 12 قوم یهود که مفقود شده در از منه قدیم، اینمی 12 قوم، اینمی همی پشتونه است که امروز در افغانستان هستند و این بسیار شدید دامن زدند. امرای اشرف غنی یهودا مذاکره کردند در پاکستان و ویدیوش در یوتیوب است. یعنی مسائل امروز مطرح است که تنها مسائل اقتصادی و ایران و منافع پاکستان نیست، دیگه منافعی در پشت ازی نهفته است که ما امروز در اثر مطالعات تاریخ منطقه و دستبردهایی که در منطقه شده و اینا و طالب ها امروز یک چیز هستند. همین گپ فراموشم نشه که اینا وقتی که اگر یک دموکراسی واقعی براستی مردمی در افغانستان پیاده میشه یا یک نظام اسلامی واقعی در افغانستان که از عدالت اجتماعی و حقوق زن و مرد و آزادی بیان اینا چی داشته باشه، وقتی که اینطور یک نظام ها در افغانستان پیاده شوه، ای به مفاد عرب نیست، ای به مفاد عرب نیست و همی دامینو افکت واره، فوراً اینمی خیشیخای عرب کنش از بین میره اگر افغانستان باثبات باشه. لذا افغانستان را بینمی آلت نگاه میکنن، شاید تا 5-6 سال 7 سال آینده، اما من فکر میکنم باید از بین برم که منافع خودشان و امی شیخای عرب در قدرت باشه. من یک مثال بسیار خوب میتونم که شما ایر خبر دارین، کل جهان خبر دارم، وقتی که مسلمان ها خوب خواه خراب انتخابات در مصر بردن و مرسی به حیث رئیس جمهور مصر از اخوان المسلمین رئیس جمهور شد، که اشتباهات خود کرد، امریکا و اسرائیل و عربستان سعودی و اینا دست به دست کردن، اونمو دولت اسلامی را از پای انداختن. من ساده اونمو را از پای انداختم. چرا؟ برای اینکه یک نظام اسلامی براستی یا یک دموکراسی واقعی در منطقه هیچ وقت به نفع امریکا، به نفع اسرائیل، به نفع شیخای عرب و اینا نیست. و از این خاطر اینا را یک رنگ کلشان بازی میکنن، در قطر میبرن. حالا یکی از دوستا بر من قصه کرد که یک کس رفته بود کابل، نمی چند روز پیش، و در شارنم کابل که شما کل ما کلان شدیم، صدها امریکایی و اروپایی قدم میزنن. من یا کلپ های کلپ میسازن صدها امریکایی و اروپایی در کابل قدم میزنن. ولی در پشت کاسه چی نیم کاسه نهفته است که ما خبر نداریم؟ چی گپ از در اون کشور؟ دقیقا. و وزیر دولت خارجه، وزیر خارجه دولت، اما تو نامش ترجمه میشه وزیر خارجه دولت، اون خانم نامش هینا بود، چی بود؟ میای ربانی. بله ربانی. بله. میای در افغانستان و موش معلوم میشه، وقت مردا در یک میز میشنه و امرای مردا مذاکره میکنه، اما زن مسلمان افغانستان از تحصیل محروم است، از نشست در یک اتاق با یک مرد به نام محرم و نامحرم اترا، در حالی که گفتم که زنها در غزوات اسلام مردا را پرستاری میکردن وقتی که مردا زخمی میشدن و بر مردا آب و نان و آذوقه تهیه میکردن در جنگ ها. یعنی تمام چیزهایی که امروز شما به نام کوتنکوت شریعت میبینین در افغانستان، هیچ کدام شرعی نیست، هیچ کدامش اسلامی نیست. این فقط مثل که کمونیست ها، اگر یادتان باشه، ما خود در وقت جوان بودیم، در سالهای 20 عمر خود بودیم، به نام لینین و مارکس و استالین آمدن افغانستان را تباه کردن، هزاران نفر را کشتن، هزاران نفر آواره کردن، میلیون ها نفر را آواره کردن. همین که امروز خود در کانادا اومدم امریکاست و به خاطر همی بدبختی که نمی پرچمی و خلقی ها به بار آوردن، اما امروز هیچ نه تنها که اعتراف نمیکنن، میخواین که و نه تنها که اعتراف نمیکنن و معذرت نمیخواین، میخواین کنمو اعمال وحشیانه خود توجیه کنم. و تمام روز چون که حالا یه حالت ببینید، چون که طالب دین غلط معرفی میکنه،
و یک پیش آمد غلط با دین داره، تمام روز اینا به تلویزیون ها میان میخواین که دین بکوبن و اسلام بکوبن و اواخت کنن و مویی بگن. یوازی بیان مردموار مزد بکنن که ای مردم شریف افغانستان، ما پرچمی ها و خلقی ها، ما به شما بسیار جفا کردیم، ما اولاد شما را یتیم ساختیم، ما زن شما را بیوه ساختیم، ما برادرها و شوهرهایتان را بیگناه به قتل رساندیم، ما شما را آواره از پاکستان. اگمی بدبختا، امی بدبختا پرچمی و خلقی اگمی شرایط بار نمی آوردن، ما تو چرا پاکستان می رفتیم؟ چرا افغان ها در دام پاکستان مفتاد؟ اینمی پرچمی و خلقی ها باعث شدن که مردم دادام پاکستان بفته و مجاهدین به وجود بیاید و و, و و پاکستان سرمایه گذاری کنه. کلش باعث بدبختی تمام مردم افغانستان از وقت سردار داوود شروع شد که پرچمی‌ها را دور خود جمع کرد و کودتای افتصار و کودتای افتصار رو بالاخره دوام پیدا کرد و این سال آینده 2023 50 سال میشه از سال 1973. یگانه است که سردار داوود من ایسی یک زعیم ملی و اینا میشناسن و قطعا من ایسی یک کسی تاریخ افغانستان دقیق مطالعه کردیم و او رو به ایسی یک زعیم نمیشناسیم، تا باعث تمام بربادی افغانستان همی سردار داوود شد. تشکر دکتر صف. بیشتر از شیخ های حرب گفتین، یعنی تلاش های از اینا به ایست که به خاطر زنده ماندن خود باید ما را بکشن تا اینا زنده بمانن، که یک عمل غیر انسانی و غیر سمی. و چقدر جالب شما در ابتدا دکتر صاحب توضیح دادین بسیار مصری خوبی را از صدر اسلام، یک نمونه مثال بسیار خوب دادین از بی بی عایشه صدیقه و بی فاطمه زهرا را که چه کارهایی کردن در صدر اسلام. اما ما آن میبینیم که اینا بر طالب ها میگن که ما شریعت تطبیق میکنیم و تطبیق شریعت هم یک شمیست که خانم ها دیگه حق کار کردن ندارن، و در حالی که بی بی آمنه خود شما گفتین که تجار بود و کار تجارت میکرد کار میکرد. برای از این که من در یک برنامه شما بود یا از آقای محسنی در رادیو کتاب در لندن بود یا آمد جان زرابی در آلمان بود، من بر شما گفتم که اینا به اساس یک ایدئولوژی سر قدرت آمدن. ایدئولوژی را من نامش ماندیم دوک، دال و قاف، یعنی که یک خمیر از دیوبندی هند، وهابی عربی و قومی و قبایلی پشتون است. توجه هستی؟ این دوک این از امی سه چیز ترکیب یافته. برای از اینکه بینندگان فراموش نشن اثر برتان میگم، دیوبندی هند، وهابی عربی و قوم قبایلی پشتون. امیدین؟ این حالا یک گروهی که به اساس یک ایدئولوژی به قدرت میرسند او هرگز مفاهمه نمی کنند. مشکل ایدئولوژی در از نگاه جامعه شناسی سیاسی اینمیست که کسی که در ایدئولوژی پایبند باشد، آیا وقتی پرچمی ها در قدرت بودن به اساس یک ایدئولوژی آمده بودن به قدرت مفاهمه میکردن؟ نه، گرم بس کشتن میرفتن و بندی کردن میرفتن و دروازه را نصف شب و دوازده به شب تق تق هم نمیزدن، مشکستاندن و مدرامدن و مردم هم میبردن، زندان منداختن. برای از اینکه کسی که به حساب یک ایدئولوژی بیاید و به حساب آرای اکثریت مردم به قدرت نرسه، اونا از اول از دیکتاتوری کار میکنن و دوم افکار خود پیاده میکنن و سیام مفاهمه قطعا نمیکنن. این سه شی خاصسته شاخصه ایدئولوژی است از نگاه جامعه شناسی. خب پس اینا چی را که شما فرمودین دکتر صاحب، هیچ کار از اینا، هیچ عمل از اینا و هیچ قانون که اینا میسازن یا به اصطلاح نظام نامی که میسازن، هیچ کدام از این نه تنها اسلامی نیست بلکه مطابق به شریعت هم نیست، ولی اینا داستان سرایی میکنن و در کل میخوان که مردم از دین گریز بسازن و دین ستیز بسازن. چنانه که من روزم در برنامه تلویزیون گفتم که ما در کانادا فعلا چی داریم، تقریبا
شاید بیشتر شده ولی تا چند وقت پیش دو کلیسا داریم و صدها هموطن ما در اینجا مسیح شدن. اینا کسایی هستن که تحت تاثیر اینمی فعالیت ها و عوامل قرار گرفتن. دکتر صاحب یک چیز دیگه ایره که دوست ببخشید همینجا میخوایم یک چیز به صحبت شما علاوه کنم که کسایی که خود در دموکراسی غربی خصوصا در دموکراسی امریکا همی اجازه از این که ما دین خود را تهیج پرکتس کنیم و داشته باشیم و ترایی در قانون اساسی امریکا هست، اما کسایی که سوی میشن و یا هر چیزی که میشن این یک دلیلش را خودت گفتی که زیر تاثیر امی گپا قرار گرفتن و فکر کردن که اسلام امیز و یک دلیل دیگهشن از نگاه انتروپولوژی یا بشرشناسی فرهنگی ایست که وقتی که یک انسان هر انسانی که باشه وقتی که ارزش های خود از نگاه علمی درست دقیق نفهمه زیر تاثیر بیگانه میره. هرگاهی که یک انسان ارزش های خود را از نگاه علمی درست نفهمه، من 44 سال است که در امریکا هستم، 3 سال هم یک وقت من در اروپا درس خوندم، 44 سال هم است که در امریکا هستم، در امریکا که آمدم من 27 ساله بودم، حال یک مرد 70 ساله هستم. من چرا کریستیان نشدم یا یهود نشدم یا که در امریکای همکاری نکنم؟ که من ارزش های خودم میفهمیدم که ارزش های من چی هست. توجه هستی؟ لذا کسایی که کریستیان میشن و از دین میبرن دیگه و دیگه اینا قسمن گناهشان نیست، برای از اینکه قسم که اینا دین معرفی کردن اینا فکر میکنن که دین اسلام همیست و قسما اینا ارزش های فرهنگی خود به شکل که باید بفهمن نمیفهمن. باشین که من یک چیز از کتابای خود میخواستم بر شما پیدا کنم که اگر پیدا شوه امروز امورم برکت بینندگان شما شریک شوم خوب میشه، اگر نشد معذرت میخوایم. انشالله پیدا شوه، نشد دیگه معذرت میخوام. ما خوخ کم تالی نیستیم دکتر سیب دیگه ببرم این همی داشتم امیره، اما پتا بودید شما پیدا کنین ما یک بحث دیگر هم چی میکنین که با شما دیگه رابطه هم روشنی گوید از این بلی بلی. و خب بیدا گرامی جواب دکتر سیب چی یک مسئله مهمی را یاد کردن که ربط بسیار اساسی با امید تصامیم طالب ها میگیره. جناب دکتر سیب این که وقتی که من به امریکا آمدم تسلیم تحولاتی که یه باشه نشدم، برای از این که من ارزش های خود میفهمیدم، یعنی خودشناسی را دکتر سیب توضیح دادن و از قدیم الحیام میگن که اول باید خود بشناسی تا خدا رو بشناسی و آل میبینیم حدیث بله پیامبر کریم است که کسی که خود شناخت خدا رو میشناسه. خب اینا رو میبینیم که وقت خودشناسی و خداشناسی از کسب علم و دانش و تحصیل به دست میاد، نه ای که در کنج خانه آدم بشینه چرت بزنه. و امروز هم طالب ها همین کار میکنن که مردم نه تنها دین گریز میسازن بلکه از خدای جلاشان هم اونا رو دور میسازن که نه خدا میشناسن نه خدا رو میشناسن. جواب دکتر سب اگر نفتین که دوام بتین در این روزا که مسئله زنها من کار و من تحصیل و اینا سرسادای زیاد شده، بعضی ها باز آیت مبارکه را شکل دیگه تعبیر میکنن، معنی میکنن که دوست داریم امیر شما منیس یک عالم دین توضیح بیشتر بتین تا بر یک تعداد کسایی که واقعا در این رابطه نمیفهم که میگن زنها مزرعه شماست که شما باید از این مزرعه کار بگیرید. امیر شما به امیر خوبتر واضحتر برای اینا توضیح بتین. بفرمایید. این موضوع را اعتراض که هم یک شعر مولاناست که من یادم نیست که غلط نگویم که موضوعات یک فیل است که یک فیل یک کسی بسیار کتا و دبنگ و خلطومش که دست میزنه میبنه، یکی دیگه همون درشتیش هم میبنه، یکی دیگه نرمیش هم میبنه. برتا چیزی که من میگم است که قرآن مجید یک کتاب است که هر کس میتونه که از او یک برداشتی از خود داشته باشه.
اما و و همی برداشت های غلطه که زنا کشتزار او را غلط تعبیر میکنن. یکی امو امی موضوع است که ما این کتاب در موضوع در کتاب تساوی حقوق مدنی آوردیم، نوشته کردیم. مقصد از کشتزار در اینجا یک چیز توهین آمیز نیست. قرآن به زبان مردم نازل شده، قرآن کتاب مردم است. بله. قرآن میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، اول نام الله است، و در ختم میگه که من الجنت و الناس. این کتاب کتاب مردم است، این کتاب به زبان عامیانه بر فهم مردم فرستاده شده. این کتاب کتاب شیر نصر نیست. این کتاب کتاب نیست که یک مسلمان عادی او را واس کنه و او را نفهمه. کلگی میتونه که از قرآن یک برداشت داشته باشه. این من ایست یک مقدمه. مسئله کشتزار مسئله ایست که چون که تولید نسل از جماع مرد و زن به وجود میاد. هر وقتی که یک زن و یک مرد با هم یک جای میشود، تولید نسل به وجود میاد. درست است؟ و در اینجا مرد من ایست یک باغبان است. که تخم خود کشت میکنه و یک مسئله ساینتیفیک و علمی هم هست که اگه او تخم خود کشت نکنه ثمری از به وجود نمی آید. توجه هستید؟ منتها واژه های عربی که هست نمیشه که کل از او را بسیار با تشریح یک مفسر معنی کنه. از این خاطر او را کشزار که گفتن باز کسایی که مخالف دین است و مخالف اسلام است و اینا با بین زنها را قدر پایین میزنه که کشزار تان است. نه، اینجه مسئله تولید و تکثیر نسل است. شما چطور میتونین که یک طفل با وجود برین بدون از اینکه جماع صورت نگرفته باشه؟ و قرآن اولین کتاب است که همین مسائل جنسی را در قرآن نشان میده که شما به هر قسم که میخواین همراه همسرتان، همسر مشروعتان، شما میتونین که امخوابه شوین. اما در فرهنگ ما وقتی که شما از مسائل جنسی گپ میزنین اون شرم میدانن، در حالی که یک شرم نیست. قرآن بر ما گفته که مسائل جنسی یک موضوع انسانی است. وقتی شما صاحب یک طفل میشین، کسی که صاحب طفل میشه کو همخوابه میشه یا جماع میکنه و تخم خودم میکاره. و این مرد وقتی که آدم احیاء علوم الدین میخونه و کیمیای سعادت میخونه و این کتاب را میخونه، مرد قدر باید که با احتیاط باشه و ترحم داشته باشه و با زن یک روی نیک داشته باشه پیش از امقابه شدن که او امون نطفه به شکل سالم بار بیاید. یک دلیلی که امروز ساینس بر ما میگه که باز اولادا بسیار عصبیستن یا دیگه به خاطر از این که همراه زن در وقت که حامله دار است امو رابطه سالم نبوده، کتیش وحشیانه رفتار شده یا کتیش جنگ کردن یا او را فش گفتن یا او را توهین کردن، اصابش خورد کردن، این سر نطفه بسیار تاثیر میکنن. لذا در اینجا مرد یک باغبان است که ببینین که یک گله که آب میده و پرورش میکنه چقدر زحمت میکشه. مردا هم در اسلام باید که بسیار معتاد باشن وقتی که با زن خود امخوابه میشن یا همراه زن خود رابطه میداشته باشن که نطفه صدمه نبینه. این تفسیر کشزار است. تشکر جناب دکتر سیب. من با چیزایی را که انتخاب کرده بودیم به پایان رسید از من سوالات ما و من فکر میکنم که شما بسیار توضیحات در هر بخش توضیحات بسیار علمی، مسلکی و دینی دادین. امیدوارستم که این صدا و این صحبت ها به گوش کسایی برسن که دین وسیله قرار دادن، دین به صفت یک ابزار قرار دادن و از دین تغذیه میکنن و دین یک روپوش برای اعمال غیر اسلامی خود قرار دادن. به ارتباط صحبت های ما اگر یک دقیقه وقت داشته باشیم بفرمایید دکتر سیب. مهربانی کنین. اولی که دین تحمیل نمیشه، دین سر انسان تحمیل نمیشه. وقتی قرآن میگه لا اکراف دین، دین تحمیل نمیشه. ای که در ایران و افغانستان و عربستان و هر جای دین تحمیل میکنن، ای یک کار غیر اسلامی، غیر شرعی و غیر انسانی است.
انسان از نگاه اسلام یک موجود آزاد خلق شده. خودش باید خدا را در قلب خود پیدا کنه و قرآن بخونه، و قرآن کتاب علم و حکمت و هدایت است و خودش در اثر تلاش خود خود راهنمایی کنه. یک و دومی که طالبان نه تنها که خلاف منشور ملل متحد یا اعلامی حقوق بشر ملل متحد رویه میکنن و افغانستان گرچه که سفیر نداره فعلا، گرچه که سفیر نداره عضو ملل متحد است، در سال 1981 در سپتامبر 1981 کشورهای اسلامی در پاریس دور هم جمع شدند و اعلامیه حقوق بشر اسلامی را نوشته کردند که حتی از حقوق بشر ملل متحد کرده زیباتر و معقولتر و زیباتر است و اساس آیات مبارک قرآن مجید و اساس ارشادات حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم که با قرآن مطابقت دارد. و اینا مخالف اعلامی حقوق بشر اسلامی که در سال 1981 توسط دول اسلامی به شمول افغانستان که در اون محفل در یونسکو در یونسکو پاریس حضور داشت، اینا رویه میکنن. پس کار از اینا مطلق یک کار غیر اسلامی. و چرا اینا میخوان که قدرت ها میخوان که در قدرت باشن رو تشریح کردم که اونا منافع خود دارن و رای حل از این موضوع این همیسته که افغانستان از حالت قومی و قبایلی باید که جوانا کوشش کنن که براین و ما همه ما باید که اعلام کنیم که در افغانستان ما همه با هم برابر و برادر هستیم و هیچ قومی بر قومی برتری نداره و هیچ قومی در اکثریت نیست. در جامعه شناسی اسلامی اکثریت و اقلیت وجود نداره. هر کسی که میگه که لا اله الا الله او مسلمان است و اویی که لا اله الا الله نمیگه در خلقت برادر ماست و از این همه اولاد آدم هستیم و هیچ زن بر مرد برتری نداره و هیچ مرد بر زن برتری نداره به جز از تقوا و دانش و هیچ مذهبی بر مذهبی برتری نداره و ما بر پسا طالبانی، نظام طالبانی، نظام شهروندی را پیشنهاد میکنیم که تمام مردم افغانستان از در مقابل قانون حقوق مساوی داشته باشند و مرد و زن تمام مذاهب و تمام اقوام، تا که افغانستان به این نقطه نرسه ما حتی که طالبان پس شوند در وجه تبعیض و تعصب و تنگ نظری که ما او را فرمول سه تی میگم این وجود می داشته باشم و ما را که در افغانستان تباه کرد این همی مسائل قومی و قبایلی و این همی تنگ نظری و تعصب بود که ما را تباه کرد. جهان سپاس جناب دکتر صاحب، ممنون از این که با ما بودین و خوشحال و مساختین که در آخرین برنامه های از سال نو با ماستین و سال گذشته در سال گذشته در شب سال نو با ما بودین. ما هم استاد پیر میشیم و ما همیشه در خدمت خودت هستم عزیز دل. هر وقتی که نصیر جان مرا کار داشتی، فقط یعنی 6 سال پیش 7 سال پیش که من وقت خود بیافم و خانه باشم، بعضی که همین کتی لپتاپ تو را کت خودت کار کردن بسیار آسان است. کتی از آیفون نمیشه چون سکرینش بسیار خرد است. دقیقا ولی در دست خود باید بگرم و گفا. اما من در خدمت هستم، به خواهرم بسیار احترام و سال نو تبریکی میگی و همچنان به بچه های نازنین و سال خوش برد میخوایم و از دعوت تشکر میکنم و از بینندگان گرامی شما در سر تا سر جهان خدافیزی میکنم. سلامت باشین، قربان شما، ممنونتون، سلامت.